این یک کابوسه، یک کابوس وحشتناک. سلام بچه‌ها، بریم سراغ ادیت یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو قرار قسمت دوم این کار رو، یعنی همون کابوسی رو که براتون رو تعریف کردم رو ادیت کنیم. اما نگران. خب بچه‌ها، یه چیز رو بگم در مورد این عینک‌ها. اگر عینکتون این به این حالت باشه بچه‌ها، یعنی اینقدر رنگ داشته باشه، خیلی کابوس نیست. چرا؟ ببین من وقتی اینو دابل کلیک میکنم، خب ببین بچه‌ها وقتی من اینو بازش میکنم و اینجا مثلا نورش رو یه ذره درست تر کنم، این عینک در واقع این رنگیه بچه‌ها. خب ولی اینجا مثلا بیام وایتش رو بیشتر کنم، خب ببینید خیلی نرد اصلا تا این حد که بریم، میبینید تقریبا بکگراند در میاد. خب حالا این یه تیکه هاش و اینا رو میتونید خیلی ظریف در بیاریم، ولی چیزی که از این وحشتناک تره، یعنی جایی اگه نتونستین در بیاریم، فقط این نکته رو در مقابل این داشته باشید که اگر بخواید بکگراند ریموور بزنید توی این، هم احتمال این داره که نصف عینکتون رو بپرونه مثل دفعه پیش که بهتون نشون دادم. خب ولی من دنبال یه چیز وحشتناکترم. خب یعنی اینم حتی اوکیه، این که اصلا رنگش فرق میکنه خیلی اوکیه. این خوبه برای اینکه یه ذره تنوع بشه. ببینید این دستش بدتر از این حتی، ولی خب من حالا جفتش رو بهتون نشون بدم. بذارید همه اینو باز کنیم، چون که این شیشه‌ش هم روشن‌تره و همینطورش هم اگه نگاه کنیم این خط بالای این اصلا معلوم نیست. ببینید چقدر کم رنگه. خب من یه سر پیدا میکنم که یه ذره باز رنگش بهتر باشه. نه حالا این اوکی، خیلی فرق نمیکنه. این عینکایی که فریمشون کلا اینجوری تلقیه، خیلی سخت میشه ادیتشون کرد. البته نه اینکه نشه کلن، ولی خب خیلی سخت میشه انجامش داد و خیلی ظرافت داره توی ادیت کردنش. بذاریم باز شه من بهتون بگم چه جوری تنظیمات کامرا رو انجام بدید. ببینید بچه ها، اول از همه که رنگ رو درست میکنیم. خب ببینید رنگ اینه نه کدودن اینجا. خب بعد به هیچ عنوان اکسپوزش رو زیاد نکنید، چون ببینید اصلا کلا میره همه چی. اکسپوزش رو اصلا زیاد نکنید. اینجا کاری که ما میکنیم اینه که اول از همه کانتراست رو یه ذره میاریمش بیشترش میکنیم که این رنگ های ذره خودشون بیشتر نشون بده. همینطوری یه کوچولو ویبرانس و ساتوریشن، اینا باعث میشه یه کوچولو جلوه رنگتون بیشتر بشه، ولی خیلی نه. کلاریتی باعث شفافیت بیشتر این عینک ها میشه، یعنی حس چجوری بهتون بگم، شیشه یا صیقلی بودن رو خیلی خوب کلاریتی نشون میده. وایتش رو یه ذره میاری بیرون یه کوچولو تا اونجایی که دستتون و این قضیه نره. اینجا تا اونجایی که میتونید وایت رو ببرید بالا، یعنی تو قسمت قبلی هم بچه تا اونجایی که میتونید وایت رو ببرید بالا، ولی خیلی نبردش. ببینید یعنی مثلا اینجا ته این دسته از بین میره. خب من بیارمش اینجاها، دستم هستش. خب وایت رو تا اونجایی که میتونید اضافهش کنید. چرا وایت رو تا اونجایی که میتونید اضافهش کنید؟ چرا؟ چون توی پاک کردن بک‌گراند و توی رفت کردن اروراتون راحت تر میتونید این کار بکنید و در نهایت اوپن رو میزنید. اگر هم که فایلتون مال سایز و مال بنر و مال اینجور چیزا، اول اون سایز رو باز کنید، بعد درک کنید که دقیقا بیفته داخلش و بعد ریسایزش کنید. اسمارت آبجکت میشه بچه ها. خب میتونید ریسایزش کنید تا هر حالتی که دوست داری، بعدم سیف کنید جی پی ای برید دیگه. ولی حالا من چون میخوام با
به خودشون شما اوپنش میکنم. میتونید اینجوری اوپنش کنید، سیوش کنید دوباره به صورت PSD، میتونید مستقیم تو فایل خودتون ببرینش. اینجا اولین کاری که من میکنم، بذارین بذاره اولین کاری که میکنیم اینه که توی قدم اول تمام ایراداتی که هست توش رو از بین میبریم. مثل چی؟ مثل این پرزه که الان اینجا گیر کرد. این چیزایی که قبلا با هم دیگه کار کردیم رو انجام میدیم. و از بین میبریم. حالا من دیگه دوباره اینا رو توضیح نمیدم که اینا رو چقدر دیگه باید ظریف کار کنیم و اینا رو اگه ندیدید ویدیوی قبل رو ببینید دستگیرتون میشه. یه نکته خیلی مهمی رو بهتون بگم بچه‌ها، توی ادیت همچین تصاویری 100% قبلش مانیتور خودتون رو تمیز کنید. ببینید مثلا 2 ساعت دارید یه چیزی رو پاک میکنید، بعد مثلا مال مانیتور نیست، مال یعنی مال جنس نیست، مال مانیتورتون، یه لکی رو مانیتورتون افتاده، هی اینو جابجا میکنید، هی بی خودی دارید فقط وقت تلف میکنید. قبل از اینجور ادیت ها لطفا مانیتورتون رو پاک کنید، آشغالی روی مانیتور خودتون نباشه. اینجا این دو تا خط هم من حدودی بگیرم. اوکی. علی یه دقیقه بیا. این فکر کنم ارور داد. ببین داره ضبط میکنه یا بازشتم خوشم. خیلی خوب، برو سریع تموم شد رفتی؟ خب بچه ها توی اینجا توی قسمت های تلقی این قسمت ها هم داریم، اینا رو هم باز با همین استامپ یا با هیلینگ براش جور، خب ولی با استامپ هم میتونید کار کنید. با استامپ میگیرید اینجوری شروع کنید به ساختنش. این ایرادات کوچیک رو حتما برطرف کنید، خیلی تاثیر داره تو ظاهر عینکتون. این قسمت رو قبلا هم بهتون گفتم، با اسماج میتونید این کار رو انجام بدید. اینجا اسماج ببینید میتونید این قسمت ها رو صاف کنید که در واقع شارپ بودنش رو نگه دارید. یه همچین جاهایی میبینید الان یه تار مو این وسطه که نمیدونید این چیه، اینو با هم استامپ والا رو بگیرید دوباره پایین کپی کنید. خب این یه برقی هم رو خود این حالا پاپیونی که اینجای دسته داره داره. بچه هم اینجور کارا رو خب خیلی ترفندهای مختلفی میشه زد برای اینکه بک‌گراندشون رو از بین برید، ولی اگر بک‌گراند ریموور بزنی کارتون رو کلا نابود کرد. ببینید داخل شیشه رفته. اگر بک‌گراندتون سفیده که اینجوری میره مشکلی نیست که خب هیچ، بک‌گراندش رو پاک کنید که اون زردی بک‌گراندشون از بین بره. الان سفید سفید 100% نیست، خب بذارین از بین بره، بندازینش رو بک‌گراند سفید و خب دیگه مشکل نیست که بشین کار. ولی اگر بک‌گراندتون سفید نیست، کاری که باید انجام بدید اینه که لطفاً با پاکون و هاردنس 100% نشینید اینجوری پاک کنید. این چه اتفاقی میفته؟ دالبور کل کارتون رو خراب میکنه. خب توی همچین جاهایی مجبورید بچه‌ها که از پن استفاده کنید. میدونم خیلی جاهای دیگه شاید با مثلا تغییر چنل بتونید یه سری کارا رو انجام بدید و اینجور حرفا. من روشش رو با چنل بلد نیستم چون هر کاری کردم در نمیاد. کاری که من انجام میدم اصولا برای همچین چیزایی
اینه که میشنم با پن دور عینک رو در میارم. اوکی. یه ذره که نه، یعنی خیلی کار زمانبریه، ولی کاری که تحویلتون میده خیلی کار تمیزتریه. چرا؟ الان بهتون بذاری من یه بکگراند رنگ دیگه بندازم داخلش، مثلا مشکی. ببینید اینجا دیگه داربور نیست. خب اینم جای پن منه که اینجاست. میتونید برگردید از اول این کار انجام بدید. خب ولی ببینید تفاوت این رو، ببینید این خط اینجا و خط پایین چقدر نرمه. حالا تیکه وسط رو میشه اصلاح، ولی فکر کنید اصلا من این پاکنم رو هم اینقدر کوچیک کار کنم. میبینید دالبور اینجا در میاد. این دقیقا همون کاریه که کار شما رو با یک آدم آماتور یکی میکنه. هر چقدر هم که شما هی بزنید وسط این، دوباره یه دالبور دیگه در میاد. دوباره بزنید وسط این، دوباره یه دالبور دیگه در میاد. قشنگ نمیشه. ولی همچین چیزی رو مثلا شما میتونید با یک کوچولو دوباره با پن و این چیزا اصلاحش کنید. خب اینو میشه برطرفش کرد اینطوری یه ذره با پن اگر نهایتاً بخواید. خب این خیلی ایراد نیست. یا اگر دوباره برگردین مثلا درست اون زاویه های پنتون رو بکشید، این اصلا همچین ایرادی براتون پیش نمیاد. ولی اگر بخواید با پاکون در واقع بشینید ذره ذره پاک کنید، اولا که خیلی بیشتر از پن زمانتون رو میگیره، فکر نکنید خیلی کوتاه‌تره. خب بعد اصلا شما چاره‌ای ندارید برای این جور جاها. الان ببینید من مثلا اینجا رو یه پن اینجوری بزنم. بعد بیام اینجا. اینجوری ببینید من تو 5 حرکت کل این رو گرفتم و الان میزنم مثلا پاک میشه. خب پاک میشه و خط دورش تمیزه. ولی اونجوری بعد بشم و پاک کنم بعد کلی هم مکافات بکشم. بعد وقتی دور تا دور اینکو در بوکین، این دورش رو میتونید پاک کن بکشید، میتونید هر کار بکنید. بعد ببینید مثلا همچین جایی، خب شما اگه زوم کنید اینجا یه همچین شکلی، نمیدونم میتونید ببینید یا نه، ولی بچه یه همچین شکلی لبه این عینک هست. خب یه همچین چیزی لبه این عینک هست که خب تو این عکاسی یا حتی عکاسی های خیلی بد طرف نتونسته اینو درست در بیاره. خب این عکس چون بچه ها بک‌گراند سفید میگرفته، اینجوری یه جاهایش چیزه بلره که شما دارید میبینید، یعنی کلا جزء استایل کارشون بوده. بک‌گراند چون قرار بوده سفید بوده، اینجوری یه ذره کلا محتوا رو سفید میکردن که شما مثلا یه جلوه ای هم مثلا حالا به اون عکس داده باشن در واقع. ولی خب تو خیلی از کارا اینجوری جلوه ای چیزی نداره، ولی اینجا رو مثلا شما نمیتونید در بیارید. خب من حدودی در آوردم الان دور تا دور اینا. و این بک الان مشکیه، خیلی عجیب به نظرتون میاد. مثلا این بک‌گراند رو مثلا یه توسی بکنم. تو مشکی انقدر تفاوت داره نشون میده. مثلا توی بک‌گراند یک کوچولو توسی روشن بزنید یا حالا هر رنگ روشنی بزنید، انقدر جلوه بدی بهتون نمیده. میبینید چی میگم؟ کانتراست رو وقتی بیشتر میکنید اون جلوهتون بیشتر میشه. ولی تفاوت خط رو با خط رو ببینید. حتی خود اینجا مثلا ببینید اینجا الان یه ذره تیز شده. خب من اینجا رو میتونم الان با پاکونی اینجوری کوچولو بزنم. رو باله یک کوچولو اینجا یه دونه اینجوری بزنم، این تیزی از بین میره. خب و حواستون هم جمع کنید که اگر میخواین پاکون بزنید حتما باسگیری کنید
که هاردنسشون 100% باشه که چیز نیفته، شادو نیفته. خب اینم از این بچه، این کار رو و این عینک رو هیچ روش دیگه ای من نمیشناسم و روش بهتری هم براش سراغ ندارم جز اینکه با پن بشینید قشنگ دورش رو بکشید پاکش کنید. خب اگر که بک‌گراندتون سفید نیست، اگر بک‌گراند کارتون سفید هست اون وایتش رو تا یه حدی ببریدش بالا، بعد ببینید که مثلا چقدر تفاوته. ببینید یه کوچولو بک‌گراند سفید خودش رو تو خیلی از جاها نشون نمیده، یعنی مثلا یه ذره توسی داره نشون نمیده توی کار. منتها اگر کارتون قراره بره رو وبسایت یا قراره مثلا اینجوری بره توی یه مثلا مجله، اگه صفحه مجله است میتونید کل اون صفحه مجله رو به جای رنگ سفید اگه همش نیست مثلا اون دو تا برق رو یه توسی روشنی بدین که اذیت نشید، خب سفید سفید نباشه و اون کلا تو چاپ خودش سفید میشه. ولی اگه مثلا رو سایت باشه یه ذره توسی داشته باشه یه کوچولو خودش رو نشون میده. به خاطر همین مثلا توی همچین چیزایی میتونید گرادیانت بدید، مثلا یه کاری کنید که دور تا دورش رو مثلا سفید سفید کنید، یه قاب سفید مانندی با براش براش درست کنید که فیدی میشه به داخل که مثلا اونجوری اذیتتون نکنه، یعنی با همون کامل را درستش کنید. ولی اگه قراره این کندشو بره روی یه بک‌گراند دیگه یا یه جای دیگه، تنها راه حلشون اینه که دورش رو کات کنید دیگه، راه حل دیگه ای نداره. یه چیز دیگه ای هم که هست که ممکنه که ازم سوالش رو بعدم بپرسید الان جوابش رو بهتون میدم، اینه که آقا من توی شیشه میخوام بکش رو که میندازم توی شیشه من یک افکتی از چیزا داشته باشم، این افکت رو چجوری کار کنم؟ روشی که من دارم، من نمیدونم روش مختلفی بچه تو فتوشاپ همیشه برای همه چی هستش، من یک کوچولو حالا بستگی به رنگ داره تورانسش رو میزنم، اینو یه کوچولو پاکش میکنم، این یک از روش هست. یه کوچولو مثلا اینجا رو میزنم پاکش میکنم یه وقتایی داخل شیشه رو، خب یه وقتایی اینطوری میشه از بک یه سری چیزا میاد. یه کار دیگه ای که میتونید بکنید این تیکر رو سلکت کنید، یه کار دیگه که میتونید بکنید اینه، این تیکر رو سلکت کنید با چیز با پن، بعد توی حالت مثلا اسمارت آبجکت بینه یه ماسکی بهش بدید، خب ولی ماسکتون رو سیاه نباشه، مثلا طیف توسی داشته باشه. خب بذاریم بهتون نشون بدم، مثلا فکر کنید مثلا من یه بک‌گراند مثلا قرمز رنگی بهش بدم. خب ببینید الان قرمز اینجا قرمز نیست دیگه، من یه ماسکی به این عینکه میدم. خب چون ماست بلک اند وایت داریم دیگه، بلکش رو بلک نمیذارم، مثلا میذارمش یه همچین چیزی، اینو بزرگش میکنم میذارم، میبینید از بک میخونه. اینجا رو دوتا ماسک شد. خب حالا اینو هر چقدر که در واقع ببندش رو به مشکی، اینو هر چقدر ببندش رو به مشکی کامل پشت رو میخونه، هر چقدر این به رنگ سفید روشن نزدیکتر باشه مثلا توی همچین حدودایی باشه، ببینید یه کوچولو از بک‌گراند رو میگیره، ببینید یه کوچولو میگیره، ولی با براش این کار رو نکنید چون خیلی چیز درستی در نمیاد، مگر اینکه مثلا اینجوری دورش رو در آوردین حالا مثلا توی این قابه هم قراره در بیاد مثلا یه همچین حالتی باشه، مثلا دورش رو در آوردین، این چون خودش تلقیه بعد مثلا این کار رو بکنید که تو تعلقش هم سایش بیاد، اینجوری با براش میتونید کار بکنید، یا اصلا خود اینو وقتی در آوردید اصلا انتخاب کنید ماسکش کنید دوباره در آوردید. روش مختلف هست ولی دو تا روشی که من میشناسم اینه، این یکی که ما ماسکه یه ذره بهتره چون مثلا اگه یه جایی لازم باشه که باز این تفاوت رو ایجاد کنید، خب این تفاوت رو ایجاد کنید، مثلا میتونید این رنگش رو توسی تر کنید مثلا بیشتر نمیشه. حالا یه مثال این بود، اینجوری با ماسک میتونید ایراداتون رو کم کنید زیاد کنید فلان کنید، این بهتر از اون بک‌گراند ریموره، ولی من اینو پیشنهاد میکنم، ولی با اونم میتونید تا حد این کار بکنید ولی خرابکاری این خیلی زیاده نسبت، ببینید خرابکاری این زیاده، یه جاهایی خیلی خوب در میاد، یعنی یه جاهایی خیلی
نچرال مثلا یه گرادیانتی این وسط میخوره و خوب میشه. مثلا تو این کار میبینید دیگه، این ور رنگ قرمز رو چقدر بهتر از این ور گرفته. ببینید این رنگ قرمز رو خیلی بهتر از اون ور، بس دیگه به کارشون داره. ولی من پیشنهادم روی دومی روش. اوکی، این هم از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه بچه‌ها. عینک‌های تعلیقی تقریبا میتونم بگم سخت‌ترین حالت، اگر عینک جیوه‌ای پیدا کردم براتون ویدیو اونم میذارم، ولی اگه پیدا نکردم عینک جیوه‌ای رو هم همین طوری باید در بیارید. مونتا توی عینک جیوه‌ای یه کاری هم که میتونید روی شیشه انجام بدید اسماج. با اسماج میتونید یه سری رنگا رو به هم تمیز کنید، چون جیوه‌ای هم اینجوری مثل فلز در واقع رنگش در میاد. این هم از این ویدیو. اگر هنوز سابسکرایب نکردید کانال یوتیوب حتما سابسکرایب کن. اگر من از سایت نهال میبینید فایل تمرینی پایین هست میتونید بردارید و در دو حالت نظرات قشنگتون رو برام بذارید. خیلی دوستتون دارم، منتظر ویدیوهای بعدی. با